عزیزان خیر داخل و خارج از کشور، به ویژه عزیزان مپی، عزیزان خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور، من یه توضیح مختصر امروز که 24 اسفند ماه 98 در مورد کاری که در مورد کرونا انجام دادیم تا حالا یه گزارش مالی کلی میخوام بهتون بگم، نه با جزئیات، با کمک و محبت‌های شماها، مخصوصا عزیزان خارج از کشورمون مپی ها، ما چیز نزدیک 3 میلیارد تومان تونستیم پول جمع بکنیم. از این 3 میلیارد تومان مقدار زیادیش هزینه شده و مقدار دیگه‌اش در حال هزینه شدنه. البته کمک‌های خیریه داخل ایران هم بوده که به این قضیه اضافه میشه. اون هم کمک‌های خوبی بوده با وجود شرایطی که همه توش هستیم، توقع کمک اینجوری نداشتیم ولی الحمدلله خیلی خوب بوده. تا حالا 400 میلیون تومان حدوداً یک دستگاه اکسیژن ساز و بخشیشو مشارکت کردیم برای یکی از بیمارستان های خیلی خوبمون تامین بکنیم، برای کادر هم استفاده کادر بیماران و هم استفاده کادر پزشکی از سلامت بیماران که در حقیقت با استفاده از این دستگاه تامین میشه، محلول و ژل و صابون و تمام این موادی که لازم بوده گرفته بشه در حوزه پیشگیری، چه در حوزه کمک برای کادر پزشکیمون و کودکان کار و خیابان و گرمخانه و همه اینها، اون هم چیزی نزدیک به 200 میلیون تومان تا الان هزینه شده. بیش از اینه، الان هم در حال پروژه های جدید هستیم که علوش این رقم به 400 خورده میلیون تومان خواهد رسید با خرجایی که الان میکنیم. تجهیزات و لوازمی که گرفته شده تا الان، تجهیزات و لوازم اقلام محافظت فردی ما، چیزی نزدیک به 1.4 میلیارد تومانه که این 1.4 میلیارد تومان هم تا حالا هزینه شده و در حال هزینه شدنه برای بیمارستان های مختلف، بیمارستان های تهران، بیمارستان های گیلان، مازندران، انشاءالله گلستان به زودی، اینا در حال انجام شدن، این کار داره انجام میشه. یک اتفاق خیلی خیلی خوب امروز افتاد، چند روز پیش برنامه ریزیشو کرده بودیم، امروز انجام شد. ما شهری داریم به نام شهر سردشت در آذربایجان غربی. سردشت آذربایجان غربی ما در زمان جنگ بمباران شیمیایی شده بودش توسط نیروهای صدام. باقی مونده اثرات این بمباران شیمیایی همچنان در مردم سردشت وجود داره، جوری که در 400 نفر از عزیزانی که عملا جانباز شدن و شرایطشون شرایط خوبی نیست کاملا مشهوده و 4000 نفر آدم دیگه نشانه هاشو دارن و توی بقیه عزیزان هم به دلیل زندگی کردن توی اون انوایرومنت با وجوده اینکه پاکسازی ها انجام شد و اینا هست، این بیماری زمینه ای که بالاخره اونجا وجود داره در برخی از عزیزان حساسیت واسه این ویروس بالا میبره، چون این ویروس برای کسایی که بیماری زمینه ای دارن خیلی بیشتر ایجاد خطر میکنه. ما با مشورتی که با ستاد کرونا داشتیم، مبارزه با کرونا داشتیم، با حمایت مهربانانه جمعیت داوطلبان هلال احمر، امروز مؤسسه خیریه نیکگامان تعداد بسیار بسیار زیادی ژل شستشوی دست ضد عفونی کننده و اقلام بهداشتی برای 4000 نفر از عزیزان در معرض خطر در حقیقت سردشت ارسال کرد که با آموزش خانه به خانه و نفر به نفر توسط داوطلبانمون انشاءالله به امید خدا اونجا انجام بشه. این یک توضیح کلی بود در مورد حدود 3 میلیاردی که تا الان هزینه شده بود. این اتفاق خوبی بود ولی اتفاق امید آرزویی که در کنار این اتفاق وجود داره اینه که بدونید این 3 میلیارد فقط این چند روزا کاور داره میکنه و ما روزهای بسیار زیادی پیش رو داریم و روزهایی رو داریم که پیک بیماری بسیار بالاتر از اینی که الان هست هست، این رو پیکش میرسه بیماری. اما واقعا برای اون روزها باید فکری بکنیم. به میزان خیلی بیشتر کمک شما خرین خارج از کشور، خرین داخل کشور و همه عزیزان نیاز داریم. خواهش میکنیم که ما رو تنها نذاریم و بذاریم ثابت کنیم که با هم میشه. ممنونتون.